ساعت پیش با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی از تهران در همین ارتباط گفتگو داشتیم و از او پرسیدیم آیا می شود مشکلات معیشتی کارکنان دولت و افزایش حقوق آنها را با توجه به شرایط تورمی موجود نادیده گرفت به این بهانه که نباید به خلق پول و افزایش نقدینگی دامن زد؟ خیر، این اتفاق ممکن نیست، چون در حال حاضر با توجه به تورمی که وجود داره و با توجه به اینکه در سالهای گذشته افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش تورم سالانه نبوده، بخش حقوق بگیر جامعه به خصوص کارگرها وضعیت بسیار اسفباری رو دارن تجربه میکنن و تورم چند ماه اخیر که یادگار دولت روحانی است برای دولت جدید هم بیشتر و بیشتر داره و اقتصاد رو بر این خانواده ها تنگتر کرده. همه اینها دلیل بر این هست که ما باید نگاه ویژه‌ای به این بخش از جامعه داشته باشیم، چرا که در غیر این صورت ما شاهد فروپاشی بنیان خانواده خواهیم بود و میتواند معضلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بسیار گسترده‌ای رو به دنبال داشته باشه. از طرف دیگر هم بله، خب ما اگر بخواهیم افزایش حقوق و دست تناسب با نرخ تورم لحاظ بکنیم، خب مشکلات بسیاری در حوزه اقتصاد پیش میاره. اینجا هست که باید یک راه علمی و البته عملی وجود داشته باشه که این راه علمی و عملی از توان کادر مدیریتی اقتصادی فعلی کشور خارجه و پیش بینی میشه که دوستان در نهایت حقوق و دستمزد سال آینده رو بسیار پایین تر از میزان تورم فعلی در نظر بگیرن و باید منتظر عواقب اون در این بخش از جامعه باشیم. در ادامه این گفتگو از رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران پرسیدیم چه عواملی باعث کسری شدید بودجه در ایران شده و محقق نشدن درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از دولت چه بخشی از مشکلات تامین بودجه را تشکیل می‌دهند. در بحث کسری بودجه ما این مشکل رو از بعد از انقلاب همواره داشتیم. قبل از انقلاب کشور در یک مدار عقلانی حرکت می‌کرد، از نظر توسعه، نظر روابط خارجی و یک ترازی رو داشت، تراز مثبتی رو تجربه می‌کرد. بعد از انقلاب تولید ناخالص ملی عمدتاً نامناسب بوده و همواره ما شاهد کسری بودجه بودیم. در سال‌های اخیر به واسطه بازگشت و شدت گرفتن تحریم‌ها و مسائلی که جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی باهاش دست به گریبان بوده، باعث شده اقتصاد در داخل کشور به لبه پرتگاه هدایت بشه و این اتفاقی که امروز افتاده، ما امسال شاهد بی‌سابقه ترین کسری بودجه خواهیم بود و از همونطور که گفتم بحث تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری در داخل و مخارج هزینه های سرباری که در بودجه عمومی و بودجه عمرانی دیده می شود. به طور مثال در بودجه عمرانی بعضی از نماینده ها با فشار خودشون برخی طرح ها رو مصوب می کنن، می برن تو استان ها و شهرهای خودشون، بخش های اول بودجهش تامین می شود، دیگر به سرانجام نمی رسه. نهایی از و اینها از اموال و دارایی و مال مردم هست که به این شکل از بین می رود. از عوامل بسیاری به طور کلی دخیل هست در کسری بودجه که مهمترین اون مخارج بالای دولت هست و ما این تجربه رو امسال به تلخی هرچه بیشتر خواهیم داشت. در بحث مالیات ها هم باید به این نکته اشاره بکنیم. مالیات در حال حاضر از بخش حقوق بگیر جامعه، از اصناف و از اقتصاد خرد کشور داره اخذ میشه، ولی بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت اقتصادی کشور فرار مالیاتی دارن. یک نکته. نکته دوم، بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور از جمله به طور مثال استان قدس و نهادهای حاکمیتی که زیر مجموعه رهبری هستن و یا بخش‌های دیگه، اینها معاف از مالیات هستن و اون مالیاتی هم که از بخش و حقوق بگیرا و اصناف و اینها گرفته می شود، مشخص نیست در کجا و به چه صورت هزینه می شود. این عدم شفافیت و این فرار مالیاتی و معافیت از مالیات باعث میشه در نهایت اون هدف گذاری که برای حوزه مالیاتی، مخارج، مصارف و برنامه اقتصادیش دیده میشود محقق نشود.
رضا غیبی درباره راهکار فوری که دولت میتواند برای کاهش بحران اقتصادی در شرایط تورمی کنونی اتخاذ کند توضیحاتی داده که میشنوید. تورم فعلی راهکار اصلی بنیادی و تاثیرگذارش میتونه یک کنترل نرخ ارز و تسهیل واردات باشه، به این معنی که ما نرخ ارز رو بیاریم در یک محدوده معقول و منطقی نگه داریم، نه اون 3000 4000 تومان قدیم، یک محدوده منطقی که نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران هست. حالا که ارز به اینجا رسیده چه خوبه که برای اقتصاد ارز نرخ واقعی خودش رو پیدا کنه و از نوسانات شدید جلوگیری بشه. از اون ور تسهیل واردات رو داشته باشیم، به خصوص برای کالاهای اساسی و معیشت مردم که به معیشت مردم ارتباط داره و یا به بخش‌های تولیدی غذایی مثل کنجال سویا و روغن و کره و نه خوراک دام و طیور رب داره. اینها رو تسهیل بکنن در کوتاه مدت میتواند یک تاثیر مثبتی بر بازار، پالس مثبتی رو به بازار بده و یک تأثیری رو بر تورم داشته باشه. ولی به طور کلی دولت باید برای مهار تورم این نکته رو فراموش نکنه. کنترل تورم در ایران ارتباط مستقیم با مناسبات سیاسی و رفع تحریم ها داره. اگر ما این بخش رو حل نکنیم میتوانیم شاید بتوانیم در کوتاه مدت یک مقدار قیمت ها رو به طور دستوری یا با پول پاشی و ارز پاشی کنترل کنیم، پایین نگه داریم یا از افزایش قیمتش جلوگیری کنیم، ولی در بلند مدت این امکان پذیر نیست و به نظر بنده تنها راهی که میتوان مدار اقتصاد رو بر ریل عقلانیت برگردوند و معیشت مردم رو یک مقدار بهش فراغت بال داد و یک مقدار مردم نفس راحتی بکشن همون بحث بازگشت به تعهدات برجامی و رفع تحریم‌های حداکثری علیه ایرانه.